ولاگ روم من خوش اومدید. اگه تا الان قسمت‌های قبل رو ندیدید، اول برید قسمت‌های قبل رو ببینید، بعد بیاید سابسکرایب هم یادتون نره. بریم که داشته باشیم. سلام، من شارژ میکروفونم تموم شده، امیدوارم که صدام واضح باشه. امروز ما اومدیم واتیکان سیتی. همینطور که میدونید روم پایتخت مذهبی اروپا و واتیکان سیتی کلاً یه شهر بزرگیه که مثل یه ایالت جدا کار میکنه توی روم، که پلیسش و قوانینش و اینا هم کلاً متفاوته و پاپ که همون چیز اصلیشونه، شخص مذهبی اصلیشونه، هم اینجا زندگی میکنه. صف خیلی زیاده، فکر کنم صف حدوداً 3-4 ساعتی باشه و ما قرار نیست که تو این صف وایسیم که بریم موزه رو ببینیم، ولی خب همین بناهاش هم خالی از لطف نیست. حالا یکم قراره اکسپلور کنیم و این دور اطراف بگردیم ببینیم چه خبره. پس با ما حتما همراه باشید که قرار فان باشه. بای. واقعا خیلی باشکوه و خوشگل بود. سعی کردیم تا جایی که میتونیم داخلش رو نگاه کنیم، ولی واقعا پاهامون نکشید چون خیلی خسته بودیم و روز آخر سفرمونم بود. ما داشتیم راه میرفتیم که یهو خواهرم گفت اینا چیه؟ بریم اینا رو بخوریم، چون دست یکی دیده بود. اینا داخلش موتزارلا و سیب زمینی بود که هی بدی نبود. نمیدونم صدای اینا میاد که دارن میخونن و راه میرن. همینطور که تو شهر رو میرفتیم این آقا رو دیدیم که روی کتونیا و آلسارا و اینا نقاشی میکشید. واقعا کارش خوب بود، یه مغازه پر از کاراش بود. همکنون دسرای متحرک. خدای من، این قهوه به نظر خیلی خوب میرسه، چون اینجا یکی از معروفترین کافی شاپ های ایتالیا که همیشه هم خیلی شروع هست. اینجا که میبینید واقعا یه مکان خیلی مقدس برای خودشون و اینا، و واقعا یکی از قدیمی ترین بناهایی که دیدیم، کاملا مشخصه که چقدر قدیمیه. و دوباره یه آقای اومد به من گیر داد، گفت کلاتو در بیار. خیلی ها کلا داشتن، ولی خب دیگه قرعه دوباره به نام من افتاد. جدا از این که تمام مجسمه ها تو سطح شهر لختن، بلکه تو سوقاتی فروشی هم همه مجسمه هایی که میفروختن لخت بودن. سلام مهسا. ما واقعا دیگه اصلا جای سالم تو پامون نمونده، اینجا هم کلی پله داره، ولی تصمیم گرفتیم بریم بالا. اینجا واقعا ارزش بالا اومدن رو داشت، چون نه تنها که خود بنا خیلی خوشگل بود، بلکه یه ویو بسیار استثنایی، ویو ابدی داشت به شهر. اینجا واقعا ویوش خوب بود، یعنی هرچی هم میرفتی بالاتر بهتر میشد، ولی از همینجا هم کامل معلومه یه دسترسی داری کلا به آنچه گذشت روم. ایشون هم داره سیب میقوله، کاملا ریلکس. بعد ببین همه کامل بهش نزدیک، عین خیالش نبود داشت سیبشو میخورد، از دریا اومده بود. از سلام، ما دیگه داریم میریم ایرپورت. امروز روز آخر، الان دیگه ثانیه های آخره و واقعا سفر خودمون رو خیلی خوش گذشت. ممنون که تا اینجای ولاگم با من همراه بودید و یادتون نره که منو لایک کنید، سابسکرایب کنید و کامنت بذارید. خیلی انرژی میگیرم.
همین دیگه، دوستتون دارم واقعا. ماچ ماچ.